درود به همه دوستان عزیز و همراهان کانال دویچ پزشک تیوی. یکی از دوستان پرسیده بودن که معنی واژه کناپ به آلمانی چیه و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. خب کناپ معنی های متفاوتی داره که در قالب جملات کاربردی اونها رو یاد میگیریم. در حالت اول کناپ به معنی این هست که یک چیزی به اندازه کافی نیست. به طور مثال این کناپ ها لون و یا این کناپس گهالت، هر دوتا به معنی حقوقیه که مکفی نیست، حقوقیه که کافی نیست. این کناپ ها لون، این کناپس گهالت. لون و گهالت جفتشون معنی حقوقه. لون آرتیکلش دیه هست، ماسکولینه و دست گهالت هم نویتخوم هستش. واسه اینجا شده این کناپس گهالت و این کناپا لون. Ich habe eine knappe Mahlzeit. Ich habe eine knappe Mahlzeit. یعنی من اون تایم وقت نهار خوردنم که سر کار دارم خیلی کافی نیست، خیلی کوتاه است. ببین در اینجا هم knapp استفاده میشه. تو فارسی به فرض میخواد یه ماشین تصادف کنه میگیم نزدیک بودا، یا یه اتفاقی میخواد بیفته نمیفته در ثانیه آخر میگیم نزدیک بودا که اون اتفاق بیفته. تو آلمانی میگن es war knapp. Es war knapp. Wir sind knapp mit der Zeit. Wir sind knapp mit der Zeit. یعنی ما وقت به اندازه کافی نداریم. Wir sind knapp mit der Zeit. موقعی که من میگم ich bin etwas knapp یعنی من پول به اندازه کافی ندارم. اصطلاح عامیانه است. Ich bin etwas knapp. یعنی پول به اندازه کافی ندارم امرام. حالت بعدی knapp به معنی به فرض یک لباس یا کفشی هستش که تنگه. به طور مثال ein knappes Kleid یعنی لباسی یا پیرهنی که در از لباسی که تنگ هستش، اندازتون نیست، چسبونه. knappe Schuhe یعنی کفشایی که یه ذره براتون کوچیکه، خیلی تنگه. der Lohn reicht knapp um sie vor dem Verhungern zu bewahren. حقوق خیلی به سختی میرسه، یعنی به یک حدی میرسه که اون خانومو از گشنگی حفظ بکنه. یعنی چی؟ یعنی حقوقش خیلی لب مرزیه و که طرف فقط بتونه شکمش رو سیر کنه، این معنی رو میده. Der Lohn reicht knapp um sie vor dem Verhungern zu bewahren. Verhungern یعنی گشنگی و bewahren یعنی حفظ کردن، مواظبت کردن. کناپ در حالت بعدی به معنی نکاملا میده. خب یعنی یه چیزی که چسبیده باشه به یک چیزی. مثلا میگم دیفات داوات کناپ 15 مینوتن. دیفات داوات کناپ 15 مینوتن. یعنی این مسیری که میریم با ماشین طول میکشه نه کاملا 15 دقیقه، نه بفرض 14 دقیقه 13 دقیقه طول میکشه. تو آلمانی میگن کناپ 15 مینوتن. یعنی دیگه چسبیده به لب مرز. Die Fahrt dauert knapp 15 Minuten. تو جمله بعد میخوام بگم که تقریبا دو ماه، یعنی نه کاملا دو ماه، بلکه حالا به فرض یک ماه و سه هفته. به طور مثال اون آقا توی رئوه کار کرد. Knapp zwei Monate hat er bei Rewe gearbeitet. Knapp zwei Monate hat er bei Rewe gearbeitet. یعنی تقریبا دو ماه اون آقا پیش رئوه کار کرد، یعنی توی مغازه رئوه کار میکرد. Meine Tochter ist knapp sechs Wochen alt. یعنی دختر من تقریبا 6 هفته شه. یعنی چی؟ ممکن میگم کناپ یعنی حالا 5 هفته و به فرض 3-4 روزشه. در اینجا مواقعی که به معنی نکاملا میده و خیلی نزدیک هستش به اون زمانی که بعد کناپ نوشته میشه، در اینجور مواقع از این لغت کناپ در آلمانی استفاده میشه. بله دوستان، این هم از واژه کناپ که واسه وردچات هستش و اگر شما بتونید از اینجور واژه ها در امتحانتون زبانتون استفاده کنید نمره بهتری خواهید گرفت. حالا با من تمرین شما سعی کنید با کناپ یک جمله بنویسید در کامنت ها تا این درس رو تمرین کرده باشید.
تا درس های دیگه، بدرود دوستان.